سلام علی هاشمی هستم، به کلاس من بینایت خوش اومده. در این ویدیو کوتاه قراره یه سوال خیلی خوب بررسی کنیم از منحنی های مماس. ببین دو تا منحنی اگر بر هم دیگه مماس باشن، اون وقت دلتای تقاطع باید مساوی با صفر باشه. این نکته مهمه. دو منحنی بر هم دیگه مماس هستن هرگاه دلتای تقاطع مساوی با صفر باشه. این یعنی چی؟ منحنی های این دو تا تابع یا یه تابع و یه خط فرقی نداره، گفته بر هم دیگه مماسن، فاصله دو تا نقطه تماس چی میشه؟ دلتای تقاطع مساوی با صفر یعنی اول این دو تا منحنی رو با هم یه مساوی بذار. من میخوام اینا رو با هم یه مساوی بذارم. 7 میخواد مساوی باشه با منفی -x2 به علاوه bx به علاوه 3. این سه تا جمله سمت راستم بردارم ببرم سمت چپ، اون وقت میشود x به توان 2 منهای bx به علاوه 4 مساوی با صفر. این شد معادله تقاطع. حالا دلتای این باید مساوی با صفر بشه. دیدی چقدر خوبه؟ پس هر وقت گفت مماس دو تا معادله رو مساوی با هم بذار، همه رو ببر یه بر، برسی به یه معادله استاندارد، بعد از اون معادله استاندارد همیشه دلتا بگیر و دلتاشو مساوی بذار با صفر. از این میخوام دلتا بگیرم، میشود بی به توان 2 منهای 4 تا آ ضرب در سی مساوی با صفر. یعنی بی 2 میشود 16 بی برابر خواهد بود با مثبت و منفی 4. پس یه بار بی میشه 4، یه بار بی میشود منفی 4. اگر جناب بی مساوی باشه با 4، یعنی اینجا به جای بی بذارم 4، اون وقت معادله من میشود x به توان 2 منهای 4x به علاوه 4 مساوی با صفر، که x برابر خواهد بود با 2. آره یا نه؟ و اگر بی برابر بشه با منفی 4، اون وقت معادله من میشه x2 به علاوه 4x به علاوه 4، که x برابر خواهد بود با منفی 2. یه x بوده 2، یه x بوده منفی 2، فاصله بین این دوتا رو میخواد میشه 4. دیگه سوال آسونیه. چی تو باید یاد بگیری؟ هر وقت دو تا منحنی یا یه خط و یه منحنی بر هم دیگه مماس بودن، اینا رو با هم مساوی قرار میدی، همه رو میبری یه ور و بعد دلتاشو حساب میکنی. دلتا همیشه باید مساوی با صفر باشه. از اینجا مقدار مجهول بی به دست میاد. برای اینکه اون نقطه تماس رو به دست بیاری، بیو توی معادله اصلی خودت یعنی اینجا جایگزین میکنی تا نقاط تماس هم محاسبه بشه. متشکرم.